برای انتقال فایل بین گوشی و کامپیوتر ویندوزیمون روش‌های زیادی وجود داره. منم قبلا کلی ویدیو ساختم، ولی گوگل دیروز اومده قابلیت نیر بای شیر رو برای ویندوز عرضه کرده و امروز میخوام بهتون یاد بدم چطوری میتونیم از این قابلیت استفاده کنیم. با ما همراه باشید. سلام، ارادت، سال نوتون مبارک. این اولین ویدیویه که من دارم سال جدید میگیرم و گفته بودم که 13 روز عید و قرار نیستش کار بکنم و امروز اولین ویدیویی که دارم میگیرم. امروز 14 فروردین ماه. دیروز گوگل اومد قابلیت نیر بای شیر رو اپلیکیشنش رو برای ویندوز عرضه کرد. دروغ 13 هم نبود، خب چون 2 اپریل معرفیش کرد و قراره امروز توی این ویدیو بهتون یاد بدم چطوری میتونید با این نرم افزار کار بکنید. فقط چند تا نکته داره. قابلیت نیر بای شیر قبلا تو گوشی‌های سامسونگ بود و کار میکرد. الان گوگل اومده دیگه برای همه گوشی‌هاش عرضه کرده و میتونید راحت همه جا استفاده بکنید و وقتی روی ویندوز عرضش کرد دیگه یه ذره کار رو برای ما ساده تر کرد. مورد دوم، خود ویندوز هم یه قابلیتی به اسم نیر بای شیر داره، پس این دوتا رو با هم دیگه قاطی نکنید. برای اینکه از این قابلیت گوگل استفاده کنید باید برنامهش رو نصب بکنید که بهتون یاد میدم. نکته سوم، برنامه تحریمه و اگر ببینه که شما از ریجن ایران هستید اصلا نمیذاره استفاده بکنید و حتما باید از یک آی پی وی پی ان به درد بخور این کار رو انجام بدید تا بتونه دانلود انجام بده. ترجیحاً آی پی اروپا هم نباشه، آی پی آمریکا راحت تره، ولی من با آی پی اروپا هم تونستم دانلود کنم. یه 3-4 بار باش بازی کردم و قطع و وصلش کردم تا شد. اگه دارید از ویتوری استفاده میکنید حواستون باشه که نرم افزار ویتوری ان جی به دردتون نمیخوره، باید برید سراغ نکوری و از نکوری استفاده کنید که کل سیستم رو بندازه پشت وی پی ان و بتونید از اون استفاده کنید. مورد بعدی این که برای اینکه بتونید از این نرم افزار استفاده کنید حتما باید وای فای و بلوتوث داشته باشید. اگر شما لپتاپ دارید وای فای بلوتوث رو خودش هست، ولی اگر کامپیوتر دارید مثل من حتما به 2 دانگل وای فای و بلوتوث نیاز دارید که بتونید این کارو انجام بدید و گوشیتون هم باید به همون وای فای وصل باشه که کامپیوترتون هم به اون وصله. این جفتشون باید به مودم خونتون مثلا وصل بشن. حواستون به این نکته باشه. راستی حواستون باشه وی پی ان تون هم اگر روی گوشی وصل باشه شاید نتونید وصل بشید. بسته به نوع وی پی ان تون میتونه متفاوت باشه. شاید مجبور شید وی پی ان رو قطع بکنید. حواستون به این نکته آخر باشه. توی زمان ضبط من قسمت نیر بای شیر رو فعال کردنش رو توی گوشی اندرویدی بهتون نگفتم، نشون میدم ولی نگفتم. بذارید الان بهتون بگم. برای فعال کردن نیر بای شیر روی گوشیتون کافیه فقط وارد سیتینگتون بشید. اینجا سرچ بکنید نیر بای شیر، نیر خالی رم بزنید میاره. اولین گزینه نیر بای شیر رو میاره. این خاموشه پیش فرض احتمالاً واسهتون. این رو روشنش بکنید که بعد بتونید استفاده کنید. توی قسمت دیوایس ویزیبیلیتی هم میتونید تعریف بکنید که از کی بگیره، که ما میذاریم اوریوان که بتونیم ازش استفاده بکنیم. تمپرری هم میذاریم باشه که بعدش خاموش بشه. من اینا رو نشون میدم اونجا ولی توضیح ندادم، واسه همین گفتم که الان بهتون بگم چجوری باید این کار انجام بدید. حالا بریم تو کامپیوتر بهتون نشون بدم برنامه رو دانلود کنیم و نصب کنیم و رو گوشی تستمون رو انجام بدیم. هم از کامپیوتر فایل میفرستیم رو گوشی، هم از گوشی میفرستیم رو کامپیوتر و هر جفتش رو بهتون نشون میدم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگه دوستید از ما حمایت مالی انجام بدید لینکش توضیحات هست. حمایت معنویتون هم اینه که ما رو به دیگران معرفی کنید. دمتون گرم. بریم تو کامپیوتر. خب برای شروع باید نرم افزار رو از سایت اندروید دانلود کنید. من لینک دانلود رو واسهتون گذاشتم. دقت کنید باید حتما وی پی ان تون روشن باشه تا بتونید این رو بگیرید و وارد وبسایت میشید. اینجا توضیحات رو گذاشته، خودش یه ویدیو کوچیک گذاشته، روش کار رو هم حتی نشون داده و میگه که 3 مرحله بیشتر نداره. برنامه رو بگیرید، تنظیم بکنید و شروع کنید به شیر کردن. حالا بریم با هم دیگه انجامش بدیم. اول از همه میایم روی این get started میذاریم و فایل رو دانلود میکنیم. من از قبل دانلودش کردم. باز هم باید وی پی ان تون روشن باشه واسه بقیه مراحل. قبلش دقت کنید که شما باید حتما بلوتوث و وای فای رو داشته باشید. اگه لپتاپ دارید که جفتش پیش فرض هست رو لپتاپتون احتمالاً، اگه مثلا کامپیوتر دارید باید چیپ هر دوتا رو وصل کرده باشید. همونجوری که می‌بینید من وای فای بلوتوث هم وصله. حالا بریم برنامه رو نصبش بکنیم. دبل کلیک می‌کنم روش. یه پیغام میاد که میگه آقا این برنامه از جایی گرفته شده که مایکروسافت تاییدش نمی‌کنه و مایکروسافت نمی‌دونه پابلشرش کیه. اجازه ران کردن رو خودت باید بدی. میگم بله، اجازه میدم و ران کن. من میدونم که از گوگل گرفتمش ولی چون تایید مایکروسافت رو نداره هنوز این پیغام رو میده. وصل میشه به اینترنت. گفتم دوباره لازمه که شما وی پی ان داشته باشید تا بتونه بقیه مراحل رو انجام بده. فایل اولی که گرفت خیلی فایل کوچیکی بود. اصل قضیه دانلود الان داره انجام میشه. من صبر میکنم تا این تمام بشه.
حالا که نصب تموم شد دو تا حالت داره. یکی اینکه ساین این کنید با یوزر اکانت گوگلتون که یه مزیت داره، اونم اینه که حتی اگه صفحه گوشیتون هم قفل باشه میتونید انتقال فایل رو انگار انجام بدید، میتونید اکانتتون لاگین نکنید. من الان لاگین نمیکنم، بعدش میخوام این کارو انجام بدم، بس میذارم without an account و لاگین میکنم. خب اینجا سری توضیحات واسه من میاره. خب ببینید، حالت سندینگ رو گفته که شما میتونید برای هر کسی سند بکنید. حالت ریسیوینگش یه توضیح داره، اونم اینه که میگه که میخوای کی بتونه برای تو فایل بفرسته. هیچ کس نتونه، همه بتونن، کانتکتات بتونن، دیوایس های خودت بتونن، یا هیچ کی نتونه. من فعلا میذارم اوریوان واسه اینکه اینجا میخوام تستم رو انجام بدم و درست باشه. بعد شما باید بر اساس چیزی که هستید و میخواید این رو واقعا تغییرش بدید. میگم که آقا به صورت تمپروری فعلا فعال باشه، چون میخوام تست انجام بدم برمیگردم و این رو داون میکنم. حالا باید بتونم کار بکنم. دقت کنید، باید حتما وایفایتون وصل باشه. همونجوری که ببینید من الان وایفایم قطعه، پس به وایفای وصل میشم. من با کابل وصل بودم، باید با وایفای وصل بشم، بلوتوث هم وصل باشه و بعد گوشیمو بیارم و شروع کنم ببینم که میتونم فایلی بفرستم یا نه. خب حالا من یه فایل رو میخوام بفرستم ببینم میشه نه. میام یه فایل رو میکشم میارم اینجا، رها میکنم ببینیم که خودش میتونه با نیربای چیزی رو پیدا بکنه یا نه. گوشی منم الان اگه ببینید روشنه، وایفایش وصله، به اضافه اینکه بلوتوثش هم روشن هستش. دقت کنید توی کامپیوتر اینجا توضیح داده که باید حتما نیربای شیرتون روشن باشه. من توی گوشی اومدم نیربای شیر رو روشنش میکنم که بتونه این رو پیدا بکنه، تا حالا خاموش بود. و بعد گفته که گوشی و کامپیوتر نزدیک هم باشن که بتونه این کار انجام بده. من الان روشنه، ولی فکر کنم دیوایس ویزیبیلیتی برای کانتکتمه. اینو میذارم برای ایوریوان، میگم فعلا اینجوری باشه. الان باید بتونه پیدا بکنه. یه بار اینو کنسل میکنم و دوباره این کارو میکنم که از اول شروع کنه. ناگهان این بار قشنگ پیداش کرد. تا میذارم میگم اردشیر فون رو شناختم، میگم به اردشیر فون میخوام بفرستم. روی گوشیم همونجا که میبینید یه پیغام اومده، میگه آقا با پین 8215 داره یه فایل ارسال میشه، میخوای اینو بگیری؟ میگم بله، و فایل ارسال شد. خب حالا بریم یه فایل سنگین بفرستیم، ببینیم که فایل سنگین بخوایم بفرستیم چه جوریه. من یه نه فایل فیلمامو که یه ذره سنگین تر هست رو انتخاب میکنم بفرستم. 160 مگ فایل اینجا میندازم، میگه که به این میخوام بفرستم. دوباره پیغام میاد که میخوام این فایل رو بفرستم. متاسفانه نمیگه حجم چقدر و اینا، ولی خب باز حداقل شروع خوبیه. 160 مگ سرعت خیلی خوب داره میفرسته. نگاه کنید، تقریبا 10 مگ در ثانیه داره فایل رو برای من ارسال میکنه. ارسال شد. اینجا میتونم اوپن رو بزنم، گوگل درایو و فایل رو ببینم. از این قسمت میتونید تنظیمات حرفه‌ای ترش رو ببینید. اگه خواستید دیوایستون رو تغییر بدید، جایی که ریسیو فایل ها میره الان اینجاست، میتونم اینو تغییر بدم. ویزیبیلیتی رو دوباره میتونید بیاید از اینجا اگه خواستید تغییرش بدید. پیش فرض گذاشته بودیم و تنظیم کرده بودیم. و اینم که برای اطلاعاتی که میفرسته برای گوگل، اگه خواستید میتونید رو خاموشش بکنید. و همین. فقط نکته ای که داره اینه که از اینجا میتونید دوباره دیوایستون رو هیدن و غیر هیدن کنید. اگر ساین این بکنید، چیزی که من خوندم میگن که حتی اگه گوشیتون لاک هم باشه و هر جفت گوشیتون و کامپیوترتون با یه دونه اکانت جیمیل لاگین باشن، میتونن بدون اینکه حتی گوشی لاک باشه هم این فایل رو بفرستن. که من الان ساین اینم رو انجام دادم و میبینید که لاگین شده هستم. الان گوشیم لاکه و میخوام دوباره فایل بفرستم ببینم قبول میکنه یا نه. میزنم گوشیم لاک این بار، فعلا که هنوز مجوزی نداده. خب نه، گفتش که نتونستم این کارو بکنم. دوباره دیسمیس. الان گوشیم بازه، این بار تونستم. پس این که میگفتن با یه دونه برنامه باشه، شاید نمیدونم الان که کار نکرد واسه من. حالا باید چک بکنیم ببینیم که چه جوریه. شاید هم واقعا با تنظیمات رو عوض بکنید مشکل حل بشه. خب اینو از این برنامه جدید اومده، من گفتم فقط بهتون نشون بدم که چه جوریه. اگه خواستید بتونید ازش استفاده بکنید، قطعا تو ورژن های بعدی بهتر خواهد شد. خب حالا اجازه بدید برعکسش هم ببینیم. میخوام از گوشیم به کامپیوتر یه چیز بفرستم. نرم افزار کامپیوتر رو باز میکنم، اینجا دیوایس از حالت هیدن در میارم برای یا دیوایسام یا دیوایس کلن بر همه باشه. الان من چون این دیوایس خودم تعریف شده، احتمالاً یور دیوایس هم بذارم کار میکنه، ولی من میذارم ایوریوان. پس اینجا از این حالت در آوردم. حالا توی گوشی میخوام یه فایل بفرستم، وارد میکشم میارم اینجا، رها میکنم، وارد گالریم شدم. همین فایلی که الان ضبط کرده بودم از گوشیمو میخوام اینجوری بفرستم. شیر رو میزنم. اینجا گزینه نیربای شیر وجود داره، اگه نبود یه ذره بیاد پایین پیداش میکنید. نیربای شیر رو میزنم، یه برنامه باز میشه، برنامه نیربای شیره.
اینجا میاره که آقا میخوام به کی بفرستم، اکانتو نشون میده، روش میزنم ببینم که میشناسه یا نه. هنوز که نشناخته، شاید اینجا لازم باشه تغییری انجام بدم، بذارم رو حالت دیگری. من یه بار دیگه دیوایسمو هیدن میکنم، دوباره از حالت هیدن در میارم. بله شناختش، ولی رفتش. یه لحظه دوباره این کارو میکنم، ببینیم که خودش. یه بار شیر رو میزنم، میگم بردشیر پی سی، این بار باید اکسپت کنم. کد رو نها کنید، کد رو هر دو طرف مینویسه که کد اینه و میگم بفرسته. از گوشی به کامپیوتر الان داره با سرعت حدود 4 مگ 5 مگ میبینید که میفرسته، تا 5 مگابیت پر سکند رفت بالا و فایل رو ارسال کرد. فایل رو میزنم باز بشه، همونجور که میبینید فایل رو باز کرد، پس فرستاد و فایل رو دریافت کرد و اوکی شد. پس اینم روش ارسال برعکسش، خوبه که بدونید، خیلی به درد میخوره برای اینجور وقتا که میخوایم فایلی رو بفرستیم، میتونیم به راحتی از این برنامه استفاده بکنیم. واقعیت اینه که نرم افزار تازه اومده، منم تازه همین امروز نصبش کردم، اولین باره که دارم کار میکنم باش، ولی یه ذره لگ و باگ داره، نمیشناسه، یه وقتایی اذیت میکنه، تنظیماتش یه ذره دردسرزاست. من روشی که قبلا یاد دادم رو، دو سه تا ویدیو دیگه که ساخته بودم رو واقعا ترجیح میدم، به خاطر اینکه بدون هیچ دردسری فایل رو انتخاب میکنم، میگم برو اونجا تو اون فولدر ذخیرهشو، خودم اون روش راحت ترم. ولی نرم افزار خیلی خوبیه که گوگل معرفی کرده و گفتم که در موردش ویدیو بسازم که ببینید و بتونید استفاده کنید. اگر استفاده کردید حتما نظرتون رو توی کامنت ها بهم بگید، احتمال اینکه به مشکلم بخورید هست، دارم میگم بپرسید، تا جایی که بدونم میتونم کمکتون بکنم. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه، امیدوارم که سال خوبی رو شروع کرده باشیم و امسال به اون چیزایی که دوست داریم برسیم. دمتون گرم، مرسی، فعلا خدا نگهدار.